یه گفتگو در همین زمینه احمد علوی اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. آقای علوی، صنعت فرش نحوه مدیریت و حمایت دولت‌ها از این صنعت رو در طی دهه‌های گذشته شما چطور می‌بینید؟ آیا حمایتی ازش شده؟ آیا دستاوردی داشته؟ خب اگه بخوام دستاوردها رو بشماریم، در عرصه بین‌المللی سهم فرش ایران در جهان بسیار کم شده و ایران که زمان پیشتاز بود الان جایگاه خودشو داده به کشورهایی مثل هند، چین، نپال و حتی پاکستان و سهمش کوچک و کوچکتر شده، از چیزی بیش از 25% به چیزی کمتر از 7%. در عرصه صادرات هم همونجوری که به هر حال مطرح شد، طبیعی است که وقتی از 500 میلیارد دلار سهم به کمتر از 50 میلیون دلار میرسه، یعنی یک تنزل و سقوط 10 برابری، و همچنین بپردازیم به سهم در تجارت غیر نفتی که اون هم چیزی بالای 1% بوده، در دوران قبل از سال 57 بسیار بالاتر از این بوده، نزدیک 44% بوده، حال اینکه الان به زیر 1% رسیده. حالا اگر بخوایم در این 300 به اصطلاح ارزیابی بکنیم از مدیریت کلان، میانه و حتی خرد، خواهیم دید که به دلیل اینکه به هر حال انزوای بانکی، مسئله تحریم ها، تنش بین المللی، اما مشکل تنها اینجا نیست. ما نتوانستیم که به هر حال مدیریت نشان بازرگانی رو انجام بدیم، در نتیجه اون ارزش ناملموس، اون ارزش تاریخی فرش ایران به یغمار برده شده به وسیله صادرات فرش به کشورهای دیگه کپی کردن و در نتیجه فرش ایران برای خودش رقیب درست کرده. بنابراین دستاوردها چیزی نیست که حاکمیت بتونه بهش بنازه، بلکه بسیار مخرب بوده. اما در مجموع ضعف‌های سیستمی اقتصاد ایران که مانع از توسعه صنعت فرش دست بافت شده چیه؟ نابسامانی سیاست‌گذاری و به تاراج رفتن ارزی که به هر حال حاصل از صادرات فرش بوده، حاکمیت دست گذاشته در روی اون، در نتیجه تولید کننده، صادر کننده، توزیع کننده، اینا انگیزه شون برای تولید از بین رفته و الان به هر حال به نظر میرسه و که حتی قاچاق تجارتی و به اصطلاح فرش موجب شده که فرش ایران از کشورهای دیگه به کشورهای ثالث صادر میشه و به عنوان فرش کشورهای دیگه فروخته میشه. در نتیجه اون ارزش به اصطلاح غیر مادی ناملموس به یغما برده میشه. منتها اگر بپردازیم به یک نکته‌ای که به هر حال غایب بود در گفته‌های کسانی که در مورد فرش ایران اظهار نظر کردن، نابسامانی و این نوسان بسیار شدید در سیاست گذاری که به معنی نااطمینانی و ریسک بالای بازرگانی خارجی ایران که هم تولید کننده، هم توزیع کننده و هم وارد کننده و صادر کننده رو منصرف میکنه از اینکه در این عرصه فعال باشه. بنابراین مسئله اشتغال، رشد اقتصادی و صادرات در خطر قرار میگیره و پیامدهاش رو به این شکل میبینیم که کسانی که در این عرصه هستن به هر حال این عرصه رو باق میگذارن و به صنایع دیگه به هر حال در اونجا فعال میشن. متشکرم از توضیحاتتون. احمد علوی اقتصاددان از استکهلم همراه ما بودیم.